کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیدگی به اعتراض‌های استنافی تصمیم گرفته است که از میان 300 هزار رأی جنجالی نزدیک به 240 هزار مورد را به تفتیش ویژه بفرستد. مسئولان این کمیسیون میگویند برای جلوگیری از اتلاف وقت تصمیم گرفتند که برخی از این آرا به عنوان نمونه مورد تفتیش ویژه قرار گیرد. بر اساس این تصمیم 10% 102 هزار رأی خارجی از زمان رأی‌دهی و 15% 137 هزار رأی جنجالی دیگر به عنوان نمونه گزینش خواهد شد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که یافته های برخواسته از نتیجه این تفتیش ویژه بالای همه آرای شامل این دو دسته آرای جنجالی تعمیم خواهد یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت شما بخیر به برنامه انتخابات 1398 با من محمد میلاد کمال خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه آقای نجیب الله هوتک آگاه امور حقوقی و سیاسی هستند و برای بحث بیشتر پیرامون انتخابات با ایشان صحبت خواهیم کرد. آقای هوتک خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. درود و سلام بر شما جناب کمال جان و یک سلام خاص بر تمام بیننده های گرامی تلویزیون افغان. بحث را از اینجا آغاز میکنیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی اخیراً 240 هزار رای را گفته که باید دوباره تفتیش ویژه صورت بگیره و تفتیش صورت بگیره. از میان 300 هزار رای جنجالی که تا هنوز هم سرنوشتش معلوم نبود، اول چی فکر میکنین اگر 240 هزار رای جنجالی که 300 هزار رای جنجالی که 240 هزار رای این همه آرا بره به تفتیش ویژه و ممکن دوباره بازشماری شوه، چقدر کمک میکنه بر روند شفافیت انتخابات افغانستان؟ تشکر. پیش از اینکه به اصل سوال شما بپردازم، یک مقدمه از خود انتخابات داشته باشم. شما ببینید در موجودیت انتخابات از امو ظلم و استبداد حاکمان جلوگیری می شود و همچنان استقرار جامعه و همچنان در موجودیت انتخابات نظام حاکم می شود و همچنان از فتنه و کودتا و دیگر مواردی که خدای نخواسته نظام را برهم میزنه و نظام را به یک سو میکشانه جلوگیری میشود در موجودیت انتخابات. حال من بر اصل سوالتان، شما ببینید که تمام امی مشکلاتی که در خود کمیسیون انتخابات وجود داره و وجود داشت، باز هم حداقل خوشبینی هم وجود داره که حداقل باز هم یک امیدواری در شمردن آرای 200 چند هزار رای که هست، حداقل باز هم یک خوشبینی طوری، یعنی ما میتونیم که یک طوری خوشبینی را ابراز بکنیم که حداقل باز هم یک امیدواری به ملت داده میشه که حداقل ما هم خود کمیسیون در داخل کمیسیون یک پروسس و همچنان کارکردی وجود داره و در سرشان کار انجام میدن. ولی باز هم اگر چنین تاخیر بودن در باشماری و همچنان در شمردن آرا اگر وقت را در بر میگیره و به زودترین فرصت اعلام نمی شود، طبعا یک سلسله سکتگی در خود کمیسیون شاید و همچنان دوری و همچنان بیباوری مردم در قبال کمی خود کمیسیون انتخابات شاید به وجود بیفتد. شما ببینید در عرصه شفافیت اگر ما ببینیم، شما چندین بار خود رسانه هم بر خود کارکرد کمیسیون شاهد هستند. آنقدر که باید شفافیت صورت بگیرد، تانوز هم در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم و بدبختانه تانوز از شفافیتی که به خاطر قناعت و به خاطر حاصل گرفتن مردم قناعتشان حاصل شود وجود ندارد. چون هر زمانی کمیسیون از شفافیت صحبت میکنه و اصلا مردم بی باور هستند، چون تاخیرهای بیجا و همچنان اعلام نکردن به وقت خود انتخابات سبب شده تا مردم در مقابل کمیسیون یک سلسله بی باوری و دوری در میانشان ایجاد شود. اول چیزی که مطرح میشه که اگر 10% از آرای 102 هزار رای که خارج از زمان است و همچنان 15% از 137 هزار رای که آرای جنجالی گفته شده از سوی کمیسیون تفتیش ویژه صورت بگیره، آیا کمک به این کرده میتونه که
نشاندهنده از این باشه که تمام از این آرا یا یک مقدار کم یا بیشتر از این آرا شفاف است و یا ممکن فاسد باشد؟ از آنجایی که اگر ما ببینیم که در حدود چند میلیون نفر ثبت نام کرده بود و بالاخره هم نتیجه آخریش ما دیدیم که چند لک مردم اوجا یعنی رای داده بودند، با سلسله مشکلات تخلف و تقلب و قرنطین و ابطال رای تمام موارد را گرفته، باز هم با ما مثلا در اکثر حد کمیسیون رسیده است که باز هم ما فکر میکنم که شاید آنقدر قابل قبول و قناعت بخش نباشد تا یک نظارت و یک هم کارکرد دقیق در شمردن آرا صورت بگیرد تا حداقل بتانیم که ما یک امیدواری بر همین کمی و کاستی که در خود داشت خودی کمیسیون باز هم یک امیدواری وجود داشته باشه که حداقل ما بتانیم که سرش باور بکنیم. ولی باز هم ما فکر میکنم که در پشت پرده شاید چیز دیگی وجود داشته باشه یا هم کدام سناریوی دیگی جریان داشته باشه، چون حداقل در کشورهای بیرونی اگر ما ببینیم که چندین میلیون انسان ها در اوجه رای میدهند، حداقل در 24 ساعت نتایج اعلام می شود، ولی انتخابات ما شما تقریبا 3.5 ماه در بر می گیره، ولی تانوز هم از 3 لک 3.5 لک رای هم ما نمیتونیم که صاحبش باشیم و حداقل امرایی که حداقل اصلا بیخی حیرت انگیز است که چگونه مثلا مشکل اساسی در کجا است که حالا بیشتر از 4 ماه میگذره و تانوز ما نتایج نهایی را نداریم؟ در اصلی کمیسیون اعلام هم نشده و در بود دیگه هنوز کمیسیون کار خود را اتمام نکردن. ببینیم کمال عزیز، ما بدبختانه در کشور جریان های سیاسی داریم که به سبب همین جریان های سیاسی وضعیت کشور ما و حداقل اگر در اصل سوال شما پردازم وضعیت خودی کمیسیون تیره و تار شده است. شما ببینید دخالت های بیجا از نهادها و حتی اگر بگوییم از جناهای سیاسی که غیر قانونی و همچنان اگر بگوییم که بدون بغیر از سر وقت اونها دخالت میکنه، این خودش سبب شده تا وضعیت داخلی خود کمیسیون تیره و تار شود. شما خود ما و شما دیدیم در رسانه ها در کنفرانس هایشان دیدیم که آنها هر باری که جلسه را دایر می کردن در تدویر جلسه چندین بار حتی مشکلات لفظی و همچنان برخوردهای لفظی در خود امی کنفرانس ها به وجود آمد که بالاخره منجر به این می شد که جلسه را بالاخره لغو اعلان بکند. ولی ما فکر می کنم که امی خود جریان هایی که فعلا وجود داره و همچنان بعضی طرف های مقابله که بدون سر وقت بر خلاف قوانین که حداقل تا که خود قانون فیصله نکرده باشه باید هیچ کسی حق یزیر نداره که اعلام به وقت را بکند که گویا ما برنده هستم. من فکر میکنم امین فشارها و امین وضعیت به این سبب شده که خود کمیسیون هم در خود اعلام نتایج انتخابات پس مانده است. حالا اگر به 240,000 رای رسیدگی شود و تفتیش صورت بگیرد چقدر احتمال از این وجود دارد که نظر به تفتیش که صورت میگیرد نتایج انتخابات در همین دور نخست پیروز داشته باشه و یا هم بره به دور دوم؟ اگر ما شما ببینیم فعلا در وضعیت کنونی خود توپ در میدان آقای غنی وجود دارد، ای بر میگرده خود آقای غنی که چگونه گول و همچنان توب خود را در میدان فوتبال بازی میکنه. ولی باز هم اگر ما به این اصل بیاییم که چگونه مثلا از امی رای که باقی مانده است به صورت درست و شفاف بررسی شود، ای ما هم خوشبین هستیم که حداقل خود کمیسیون کار را بکند که به زودترین فرصت نتایج را به ملت افغانستان اعلام بکنه و حداقل کار را بکند که امیدواری وجود داشته باشه. من فکر میکنم همین اعلام های با وقت خود امو چیزی که میاد قانون است باید به امو سر وقتش اعلام میشد نتانست. من فکر میکنم همین خودش سببی از این میشه که در ذهن و در افکار عمومی مردم یک سلسله شک به وجود میاد که گویا برای ما شاید برای ما یک سرنوشت شاید سرش فیصله بکنه یا هم شاید سر رای ما یک قسم بازی صورت بگیره که گویا ما قربانی دادیم، ما رفتیم با جان خود با قیمت جان خود رفته و جرای داده، بالاخره او هم در قبال رای خود اصلا آگاهی نداره.
مقصر این وضعیت بیشتر چه کسانی میتونه باشه؟ آیا تنها مسئولیت به کمیسیون برمیگرده یا به حامیان بین‌المللی که انتخابات را حمایت کردن و نظارت کردن هم برمیگرده؟ من فکر میکنم که مردم غیر افغانستان تا حد توانست که حداقل امو اصل دموکراتی را که اصل انتخابات است او را حداقل به واجبه ایمانی و دینی و حداقل اگر بگوییم که قانونی خود را ادا کرد، رفت با جان و به قیمت جان خودان رفتن رای دادن، ولی برمیگرده به خود ناتوانی حکومت است و برمیگرده به خود ناتوانی کمیسیون است که تانوز حکومت و حداقل کمیسیون و همچنان نهادهای بین المللی، نهادهای ناظر بر انتخابات، این خودش فکر میکنم که تمامش برمیگرده به همین نهادها و به خود کمیسیون انتخابات که حداقل نتوانسته با اندکترین رای مردم که شاید بخی خنداور باشه که با اینقدر رای کم حداقل ما 3.5-4 ماه میشه که مشکلات در خود کمیسیون و همچنان جناهای سیاسی که در هر دو طرف قرار داره نتوانستیم باز هم در طول 3.5-4 ماه ما حداقل نتایج نهایی انتخابات را در پیش رو داشته باشیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی بیشتر از 16400 شکایت را به ثبت رساند. حالا چقدر احتمال از این وجود داره که نظر به زمان کمی که پیش کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داشته واقعا کمیسیون شکایت انتخاباتی به تمام شکایات رسیدگی کرده باشه و یا یک تعداد شکایت اصلا بررسی هم نکرده باشن؟ ارگان های عدلی و قضایی وجود داره، کسی که در این راستا تمام شکایتی که مطابق با قانون باشه و حداقل قابل قبول خود کمیسیون شکایت باشه، ارگان های عدلی و قضایی وجود داره مطابق طرز عمل و همچنان مطابق قانون اساسی افغانستان، همچنان مطابق قوانین نافذه دیگر و همچنان مطابق به خود قانون کمیسیون انتخابات به این مشکلات و به این تخلفات رسیدگی صورت میگیره. اما چقدر میشه باور کرد بالای ارگانهای قضایی که تا هنوز یعنی عمل کرده انتخابات گذشته هم درست مورد بررسی قرار نداده و حتی یادآوری میشه که یک تعداد از دوسیه هایی که از انتخابات گذشته پیرامون تخلفات انتخاباتی بوده تا هنوز هم در سارنوالی ها و نهادهای قضایی وجود داره و باز نشده. مثلا مثال سادهش در بدخشان تخلف انتخاباتی که صورت گرفته بود در سارپار تا هنوز هم نهادهای قضایی به او رسیدگی نکردن. من پیشتر هم عرض کردم که قوانین نافذه وجود داره، به هر عکس العمل غیر قانونی که صورت میگیره در مقابلش قانون استاده است و مطابق قانون باید امرای اینها عکس العمل صورت بگیرد، ولی برمیگرده به نهادهای عدلی و قضایی که چرا و چی گونه نمیتونه و حداقل اگر میتونه هم به شکل درستش و به حداقل به واجبه دینی و وجدانی خود برش رسیدگی صورت نمیگیره، برمیگرده به خود کسانی که در راس قانون وجود داره و در قوانین در دست اینها هستند. چون ما بیشتر هم گفتم که قوانین وجود داره و مطابق به طرز العمل و مطابق به قوانین نافذه کشور امرای متخلفین 100% امرایشان یک عکس العمل صورت میگیره. اگر یک مقایسه داشته باشین از انتخابات امسال و کمیسیون ها اعضای و کمیشنرانی که این انتخابات را مدیریت کردن نسبت به انتخابات گذشته و کمیشنران گذشته چه تفاوت واقعا به وجود آمد و چقدر مردم را خوشبین ساخت بر انتخابات های آینده؟ با تجربه تلخی که از انتخابات گذشته هم ما داریم، ولی ما یک چیز برای من خیلی تعجب آور است که با انتخابات گذشته هم با او فراز و نشیب و با او مشکلات امنیتی و همچنان بر خود مشکلات درونی کمیسیون و آن جنجال هایی که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات گذشته به وجود آمد، باز هم من ایران به ای هستم که باید صد آفرین به این ملت افغانستان که باز هم برآمد و حداقل باز هم امو تمثیل دموکراسی را انجام داد و بالاخره آمدن در پی صندوق ها رفتن و رای دادن. ولی من فکر میکنم که آنقدره که چون با موجودیت همین خلاها و مشکلات و در خود کمیسیون و در همچنان در روند خود انتخابات اگر ما ببینیم، ما به نظر ما کدام تفکیک و یا هم کدام فرقی به وجود نامده که ما بگوییم که حداقل ما انتخابات سال 1398 یا هم اگر بگوییم همین انتخاباتی که صورت گرفت حداقل ما آنقدر هم خوشبین نیستیم که با انتخابات قبلی
حداقل امو خوبی های نسبی خود را داشته باشد. حالا اگر مقایسه بکنین خوبتر از گذشته بوده و یا ای که بدتر هم بوده؟ با وضعیتی که فعلا ما میبینیم که تقریبا 3.5-4 ماه میشه که حداقل ما نتوانستیم امو زعیمی که به خواست مردم باشه و به خواست مردم بیاید در کرسی بشینه، ما فکر میکنم که اصلا شاید با وضعیت فعلی که ما شما به عنوان یک عضو جامعه اگر ما ببینیم کدام تغییری خاصی به وجود نامده، هنوز هم بدتر شده ولی خوبتر نشده. شما ببینیم 4 ماه میشه که حداقل ما نتونستیم که یک زعیم کشور را تعیین بکنیم، پس چگونه با این یک انتخابات و یک فرقی را بگویم که حداقل امیدوار کننده باشه؟ اگر انتخابات بره به دور دوم، آیا کمیسیونی که فعلا وجود داره، کمیسیون های انتخاباتی، میتونه انتخابات آینده را مدیریت بکنه و چقدر میتونه نظر به شرایط نچندان خوبه که فعلا وجود داره اعتماد سازی بکنه بر مردم، تا اینکه اگر انتخابات بره به دور دوم مردم دوباره برن به پای صندوق رای دهی؟ بر سخن یک با یک سخن شما اگر اشاره بکنم که کمیسیون حداقل بتونه که یک اعتماد سازی در مقابل مردم بکنه، ما فکر میکنم که مردم هم دیگر اعتماد خود را در مقابل کمیسیون از دست داده است. از این خاطر که مردم با تمام مشکلاتش میآید در پای صندوق و رای میتن، ولی باز هم با سرنوشت مردم و با سرنوشت آرایشان، آرای پاکشان معامله صورت میگیره و همچنان خود کمیسیون ناتوان میشه و نمیتونه که حداقل از سرنوشت آرای مردم رنجیده افغانستان دفاع بکنه و حداقل بتونه که برای مردم و با افکار عمومی یک اعتماد سازی صورت بگیره. من فکر میکنم با این وضعیتی که فعلا در خود کمیسیون و با این جنجال های هر دو طرفی که وجود داره، من فکر میکنم که شاید انتخابات اگر به دور دو هم برود، شاید او اعتماد سازی و او شاید وضعیت روز، وضعیت حاد و همچنان وضعیت امنیتی کشور هم در نبود یک انتخابات شفاف که باید صورت می گرفت و زعیم برش انتخاب می شد، من فکر می کنم که وضعیت امنیتی کشور هم روز به روز به یک سمت و سو می ره و من فکر می کنم که اصلا شاید کمیسیون با موجودیت این تسهیلات و این امکاناتی که در این انتخابات برشان آماده شده بود، من فکر نکنم اگر بار دوم اگر انتخابات بتانه که یک انتخابات شفاف. پس رایل چی است در چنین وضعیت؟ از چه راهکار استفاده شود تا ای که اعتماد سازی شود و بر مردم افغانستان هم و ما در آینده انتخابات های شفاف داشته باشیم؟ ببینین راهکارش این است که کسانی که در راس کمیسیون هستند و کسانی که حداقل تمثیل کننده ها و همچنان به یک صورت اگر بگوییم کسانی که میان خود را تمثیل کننده آرای مردم و همچنان سرنوشت مردم میکنه، ما فکر میکنم که اینا باید یک رهبری قوی داشته باشه، یک راهکار را به وجود بیاره که حداقل بتونه از رای مردم، از سرنوشت ملت، از تمامی کارکردهای خود درونی کمیسیون حداقل بتانه که یک رهبری و یک راهکار را به وجود بیاره مطابق قانون، تا بتانه در این عرصه اعتماد مردم هم به دست آورده شوه و امورایی که مردم برشان به مزایم خود داده حداقل بتانه زمو به شکل درست و حداقل به شکل قناعت بخش از او دفاع بکنه و یک اعتماد سازی کامل در خود رهبری کمیسیون انتخابات باید به وجود داشته باشه تا بتونه از این معضل و از این مشکلات، یعنی مشکلات رفع شود. چقدر امیدوار به ای هستین که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این اواخر بتونه که عملکرد شفاف داشته باشه و به نوع اعتماد سازی بکنه بر مردم افغانستان و در بود دیگه حمایت کشورهای خارجی و عامیان بین المللی انتخابات افغانستان هم به دست بیاره؟ ببینید کمال عزیز، در موجودیت کمک های نهادهای های بین المللی هم باز هم اگر ما بگوییم کمیسیون کار نکرده که حداقل بتانه مو رضایت مردم را به دست بیاره، ولی ما هم خوشبین هستیم. خوشبینی ما مثلا به این خاطر است که حداقل ما هم یک قسم الگو و یک قسم فکر و یک قسم جنبه حمایتی رو با کمیسیون داشته باشیم، همی افکار عمومی که وجود داره حداقل بتانه که همی خود کمیسیون به زودترین فرصت که حداقل بتانه همی با شماری آرا و مشکلاتی که در خود کمیسیون وجود داشت و همچنان تخلفاتی که صورت گرفته بود، شکایاتی که صورت گرفته بود، بتانه باز هم به زودترین فرصت
حداقل امی سرنوشت مردم و سرنوشت آرای مردم را که برشان رای دادن امیر به زودترین فرصت معلوم بکنه تا امی وضعیت کشور و همچنان وضعیت خود امی مردم افغانستان وانه شد. شما ببینید در نبود خود اعلام نتایج انتخابات به صدها مردمی اگر از شما بپرسین پروژه ها و کارکردهایشان به خاطر نمی انتخابات منتظر مانده تا باشه که حداقل بتونه مزعیم خود را انتخاب کنه و وضعیت کشور معلوم شوه. چقدر وضعیت ناگوار هیچ کسی دل را خوش نمی کنه تا در کشور خود سرمایه گذاری بکنه و حداقل بتونه و کشور خود متحد و وفادار باشه. چقدر امیدوار به این هستین که ما اگر انتخابات بره به دور دوم ما انتخابات شفاف داشته باشیم و در بود دیگه این بار نظارت بین المللی قوی تر از انتخابات افغانستان باشد تا اینکه ما به سرنوشت سالهای گذشته و انتخابات امسال روبرو نشویم؟ باز هم با کارکرد فعلی که تاکیدن میگم باز هم با کارکرد فعلی که خود کمیسیون کرد و حداقل نتانست که از سرنوشت رای ملت خود به درستی دفاع بکنم من فکر نکنم اگر بار دیگه هم از این کرده شاید از این کرده نهادهای قوی تری بین المللی هم شاید وجود نداشته باشه تا در خود کمیسیون کمک بکنه و حداقل بتونه که یک اعتماد سازی و یک انتخابات شفاف و عادلانه را داشته باشیم. به این خاطر میگم که چون با این کمک ها و با این مصارف گذابی که در خود انتخابات صورت گرفت در عرصه تامین امنیت اگر بگوییم و در خود رای دادن ما فکر نکنم اگر بار دیگه هم باید انتخابات شفاف عادلانه و سریع را داشته باشیم. مداخله کشورهای خارجی را در این انتخابات چگونه میبینین و چقدر تانستن من حیث ناظر بین المللی باشند جدا از این که مداخله داشته باشند بالای انتخابات افغانستان و بیطرف باشند؟ یکی مداخله که ما و شما خود ما بهتر میدانیم که متاسفانه بر اکثریت افکار عمومی حق شده که اگر ما هر قدر رای هم بدهیم و قربانی هم بدهیم زعیم ما را کشورهای دیگی یا بر قدرت تعیین میکنه، ولی باز هم یکی کمک و همچنان همکاری های نهادهای دیگی است که در عرصه پیشبرد خودی کمیسیون همراهشان همکاری و همکاری رسان هستند. ما فکر میکنم که باز هم حداقل خودی تا که خودی حکومت و رهبری خودی کمیسیون انتخابات نتانه می خود مشکلات را از درون کمیسیون از مخنث بکنه و از بین ببره ما فکر میکنم هر قدر ایمایی که وجود داشته باشه باز هم ما فکر نکنم اگر یک انتخابات و حداقل یک پروسه را داشته باشیم که قابل قبول مردم باشه. علت اساسی در کجا است که وجود که ما شاید از هستیم که انتخابات های افغانستان تا هنوز شفاف نبودن و هر انتخابات مشکل خود را داشته، اما هنوز هم مامیان بین المللی مخصوصا امریکا و کشورهای اروپایی حمایت میکنن از این روند و هنوز هم هزینه میکنن با وجود که میدانن در گذشته ها فساد هم صورت گرفته. ببینین ما پیشتر هم عرض کردم که تا اما مشکل و ضعف از درون او از بین نروه و او حداقل یک به شکل درست مدیریت نشه فکر میکنم که هر قدر از جنبه های بیرونی ما کمک بکنیم نظارت بکنیم ولی در خود داخل و در خود امو بطن خود کمیسیون اگر مشکل و مشکلی که وجود داره و حداقل امو خلاهایی که وجود داره او از بین برده نشوه من فکر نکنم اگر عوامل بیرونی